من تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری آستینو میبریم و اینکه میدوزیمش، دوخت آستینو در واقع. ببینید، معمولا ما زمانی میخوایم آستینو ببریم که لباسو بریدیم و از پارچه هایی که مونده میخوایم آستینو حالا ببریم. برای همین باید دقت کنیم ببینیم از این تیکه پارچه‌ای که ما میخوایم آستین ببریم، این ترکیه پارچه‌مون کدوم وره. حالا من مثلا این ورم نمیخوام فرزن ببرم، میخوام از اینجا ببرم، ولی باید دقت بکنم اینم قد پارچه‌م کدوم ور بود. قد پارچه من به این طرف بود، من اینو میتونم اینجوری فهم بکنم این قد آستینم باشه. و معمولا ما دو تا آستین میبریم دیگه، پارچه‌مون باید اینجوری دولا باشه و این الگو رو اینجوری بذاریم روی پارچه‌مون که ببریم. باید این پایینش به اندازه 2 الی 3 سانت جا داشته باشه که جای دوخت بذاریم، از این طرف هم 2 سانت جای دوخت بذاریم و از این بالا 1.5 سانت. حالا پارچه هایی که ریش نمیشن 1 سانت، پارچه هایی که ریش میشه 1.5 سانت میذاریم و دور تا دور این رو قیچی میکنیم. حالا من بچون این آموزش هست، من فقط میخوام یه آستین از این پارچه هم ببرم، میتونم همین آستین رو اینجا اینجوری ببرم به این شکل. پس از این پایین 2-3 سانت میذارم، بستگی داره که بخوایم چجوری لبش رو چجوری چرخ بکنیم، باریک چرخ بکنیم یا پهن، 2 سانت یا 3 سانت میذاریم. از این کناره هم 2 سانت بذارین به این شکل. و این بالا هم این پارچه من ریش نمیشه، چون ریش نمیشه میتونم مثلا 1 سانت دوخت بذارم. اگر که این 1 سانت ها اینجوری مثل من با چشم براتون سخت هست و مبتدی هستین، علامت بزنید با متر 1 سانتی متر رو، حتی الگوتون رو با سنجاق به پارچهتون نصب بکنید. مبتدی ها باید دقت بیشتری بکنن. اینو الگوتون حتما اینجوری با سنجاق کیپش بکنین یا یه جسم سنگین بذارین روش که تکون نخوره، حالا هر چیزی میتونه باشه، سنگ باشه هرچی. و اینکه اندازه هاتون رو حتما با متر علامت بزنین که بتونین یه دست. بعد این خط رو حتما اینجا علامت بزنین. حالا میتونین با قیچی علامت بزنین، میتونین هم با مثلا ماژیک های پارچه علامت بزنین، یا مثل من اینجوری یه چرت کوچولو بزنین، یه هفته کوچولو، که معلوم بشه این خط این کجا هستش. بعد ما این رو به چند روش میتونیم بدوزیم. این علامت این که اینم اینجا هم جلوه رو حتما بزنین. اینم باز با خودکار میتونیم بزنین، یه چرت اینجوری هم میتونیم بزنین که اینجا جلوی آستینمونه. اشتباه نشه، ما اینجا باید به طرف جلوی آستین موقعی که به لباس میدوزیم به جلوی آستین نصب بشه. خب حالا روش دوختش، ما چند روش دوخت داریم. تو یه روش اول این لبو میدوزن، این لب هم میتونین این شکلی شما سنجاق بزنین و پس دوزی کنین. اگه پارچه کلوفته این رو پس دوزی میکنین یا زیگزاگ میزنین. اگر پارچه‌تون نازکه میتونین 1 سانتش رو بزنین تو، 2 سانتش رو اینجوری بزنین و این رو میتونین چرخ بکنین، میتونین پس دوزی بکنین. و بعد از اینکه این دوخته شد، بعد درز رو میدوزن. تو بعضی از روش ها اول درز رو میدوزن و بعد این پایین رو. درزم ببینید، وقتی آستین رو اینجوری تا میزنین کاملا باید مشخص باشه که شما این جلو و پشتتون فرقش باید مشخص باشه. این علامت خورده جلوی منه، این مثلث کوچولو. ببینید وقتی که اینجوری این گوشه به این گوشه است، باید این تفاوت رو داشته باشه. خب حالا بعضی گفتم اول پایین رو میدوزن بعد درز رو، یا عکسش، هر دوتاش رو امتحان کنین. یه دونه شومیز رو با اینجوری بدوزین، یکی رو اونجوری بدوزین. پارچه های نازک و کلوف با هم میتونن متفاوت بشن. درز اینجا دوختن هم همینجور. این هم میتونه به دو روش بدوزید. یه ردفش روش اینه که شما اینو چرخ میکنین، بعد اینو دوتاشو با هم سردوزی میکنین. این مال پارچه های نازک و متوسطه. میتونین جدا جدا وقتی کلوفت باشه پارچهتون جدا جدا سردوزی کنین، بعد این درز رو بدوزین و این درز رو درزشو باز کنین و
اتو کنین. و یه روش دیگه برای پارچه‌های نازک هستش که ما یک بار این رو از طرف رو میدوزیم اینجوری خیلی باریک به اندازه 3 میل چرخ میکنیم. اگرم یه جایی پهن شد با قیچی قیچی میکنیم و این رو دوباره بر میگردونیم از این طرف که بهش اینو بعضی میگن دوخت فرانسوی و یه بار دیگه هم از این طرف میدوزیم که دیگه اصلا این سردوزی احتیاج نداره. وقتی که هر دوی این پایین و این بغل تکمیل شد و آستین به این صورت در اومد، ما از اینجا که گودی هست هم حتی میتونیم اون علامتی که رو الگو داریم، یعنی از این علامت، این علامت رو بزنیم راستینمون. ما باید از اینجا تا اینجا رو یه دونه چرخ درشت بریم، از اینجا تا اینجا. تو بعضی از پارچه‌های خیلی ظریف 2 ردیف چرخ میکنیم، تو پارچه‌های کلوف 1 ردیف چرخ میکنیم. تو پارچه کلوفت هم 2 ردیف هم بهتره. 2 ردیف به فاصله یکیش نیم سانت، یکی دیگرش هم 1 سانت اینجوری چرخ درشت میکنیم که ما اینو بتونیم کاپ آستینمون رو درست بکنیم. من تو ویدیوی بعدی به شما آموزش میدم که چطور این آستین رو وصل بکنین و همچنین به ترتیب ویدیوهای میذارم آستین های مختلف رو آموزش میدم و وصل آستین رو به صورت بدون عیب. وصل آستین از مهمترین نکات خیاطی هستش که بستگی خیلی زیادی به این هلال ما داره، به اون دوتا درزی رو که ما دوتا چرخی رو که میکنیم و بستگی به خود لباس و حلقه لباس داره. هر کدوم اینا معیوب باشه آستین اصلا خوب در نمیاد. من تمام اینا رو به صورت ریز به ریز بهتون آموزش میدم تا یه خیاط خیلی خوب و تمیزی بتونین بشین انشاءالله. یه نکته مهمه دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که وقتی شما اینو این پایینو دوختین، حالا یا پس دوزی کردین یا چرخ کردین اتو کردین، معمولا ما این کنارمون به این شکل در میاد. به صورت خیلی کم خیلی کم این رو به قول معروف آرایشش کنین. تو اصطلاح هم تو خیاطی میگن آرایش کردن، ولی این آرایش کردن ها اگه زیادی از حد باشه کل لباس رو به هم میریزه. باید خیلی با دقت و کم انجام بشه. ببینید یه ذره اینجوری آرایشش کردم که اینجا این دوتا به هم دیگه جور در بیاد. بعد برای دوخت فرانسوی که بهترین دوخت هستش برای پارچه های نازک، همینطور که گفتم یک بار اینجوری از رو میدوزین چرخ میکنین و اگر که نشد زیر چرخ، معمولا سخته که مثلا ما 3 میلیمتر بدوزیم اندازه یه پای چرخ مجبوریم که بدوزیم، اون موقع که اندازه یه پای چرخ دوختین شما اضافهش رو قیچی بکنین. ببینین این به این شکل مثلا دوختین. به فرضاً این جاهاش بیشتر شده، شما این رو باید قشنگ مرتبش کنین، تمیزش کنین و این درزتون اینجوری باریک بشه که بعد که میخواییم برگردونین از این طرف یه بار دیگه بدوزین به این شکل. حالا این چون کوکه اینا میزنه بیرون، کوکنه چرخ بشه دیگه نمیزنه بیرون. از این طرف ما میخواییم 1 سانت دوباره بدوزیم که اون دیگه درزا از این طرف پیدا نشه به این شکل. این بهترین دوخته برای درس هست. البته اول و آخرش هم سرقامی بزنین، یعنی چرخو عقب جلو کنین که محکم کاری بشه. این وقتی از این ور میشه آستین دیگه تمیز و خوبه. برای همین درزمونو باریک کردیم که از اینجا نزنه بیرون از اینا. الان چون کوکه مثلا اینجوری نزنه بیرون، این باید قشنگ اینجوری 1 سانت چرخ بشه که مرتب و خوب در بیاد.
بعد اتو میکنین و منتظر پست بعدی میشین که چگونگی وصل این رو به بالاتنه بهتون آموزش بدم.